سلام به مجموعه خبری امشب خوش آمدید در نخست سرخط مهمترین خبرها وقوع آتش سوزی خطرناک در یک تانگ تیل در جوزجان این آتش سوزی بیش از سه میلیون افغانی خساره در پی داشته است بیش از 2500 زن در ولایت هرات جواز فعالیت دریافت نمودند متهم شدن دو افغان حامی داعش خراسان به طرح حمله در سویدن سارنوالان آلمانی می گویند این دو مرد از طریق واسطه ها به داعش خراسان پول ارسال کردند. پذیرفتن اعتبارنامه های سفیران امارت اسلامی از سوی وزارت های خارجه امارات متحده عربی و قزاقستان و افغانستان با یک گل دیدنی تاجیکستان را مغلوب کرد و به فاینل مسابقات کافا را یافت. امروز اول سنبله سال 1403 هجری خورشیدی برابر است با 22 آگوست 2024 میلادی. من شمایل موسوی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. منابع محلی از وقوع آتش سوزی گسترده در یک تانگ تیل در جوزجان خبر داده است. این آتشسوزی که از اثر شارتی برق به وقوع پیوسته حدود 5.3 میلیون افغانی به این تانگ تیل خساره وارد کرده است نوارهای تصویری که از سوی باشندگان محل از این آتشسوزی منتشر شده نشان می‌دهد که آتشسوزی بسیار شدید است عبدالستار حلیمی سخنگوی دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی جوزجان میگوید که این آتش سوزی صبح امروز پنجشنبه از اثر شارتی برق در یکی از تانک های تیل شخصی واقع در بندر سرپل شهر شبرغان رخ داده است. وی گفت که تیم اطفای قماندانی امنی جوزجان و سرپل به زودترین فرصت در محل حادثه رسیده و آتش را مهار کردند. قابل یادآوری است که چند قبل از اثر شارتی برق یک تانگ تیل دیگر نیز در شهر شبرغان تامه آتش گردیده بود و از بین رفت. تا سه سال پسین بیش از 2500 زن در ولایت حرات جواز فعالیت دریافت نمودند. اتاق تجارت و صنایع زنان گفته است که بیش از 2500 زن تجارت پیشه در سه سال پسین جواز فعالیت دریافت کردند و بیش از 130 هزار زن دیگر هم بدون جواز فعالیت میکنند. نازنین احمدزای سخنگوی اتاق تجارت و صنایع زنان گفته است که این اتاق متحد به پشتیبانی از زنان تجارت پیشه در کشور می باشد. سخنگوی اتاق تجارت و صنایع زنان گفت خانم ها به صورت عموم در نو سکتور در حال فعالیت هستند که می توانیم به کشاورزی، مالداری، صحت، صنعت و بخش لوجستیک و خدمات اشاره کنیم. وزارت های خارجه امارات متحده عربی و قزاقستان در اعلامه های جداگانه از پذیرفتن اعتبارنامه های سفیران امارات اسلامی در کشورشان خبر دادند. وزارت خارجه امارات متحده عربی گفته است که سیف عبدالله شامسی معاون امور تشریفات این وزارت اعتبارنامه بدرالدین مولانا سفیر امارات اسلامی در این کشور را پذیرفته است. گفتنی است در طول چند ماه پسین چندین مقام امارات اسلامی و امارات متحده عربی سفر کردند. این در حال است که امارات متحده عربی دومین کشور پس از چین است که اعتبارنامه سفیر امارات اسلامی را می پذیرد. وزارت امور خارجه قزاقستان نیز با نشر اعلامیه گفته است اعتبارنامه محمد رحمان رحمانی کاردار امارات اسلامی در آستانه را پذیرفته است. بر اساس این اعلامیه علی بیک با معاون وزیر امور خارجه قزاقستان در دیدار با رحمانی گفته که این اقدام سبب توسعه بیشتر روابط تجاری، اقتصادی و بشردوستانه میان دو کشور خواهد شد. این در حالی است که امارت اسلامی تا کنون از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. های فدرال در آلمان از متهم کردن دو افغان که سال پار بازداشت شده بودند به اتهام توتعه برای انجام تیراندازی در نزدیک پارلمان سویدن خبر داده است سارنوالان روز چهارشنبه گفتند که طرح این دو متهم به نام های ابراهیم و رامین در واکنش به سوزاندن قرآن در سویدن و دیگر کشورهای اسکاندیناوی در سال گذشته ریخته شده بود گفته می شود که یکی از این افراد عضو داعش است و دیگری از حامیان این گروه به حساب می آید. و گفته سارنوالان آلمانی این دو مرد از طریق واسطه ها به داعش خراسان پول ارسال کردند. طبق گفته های این مقامات آلمانی دایش خراسان در تابستان 2023 به مزنون اصلی دستور داده بود که در واکنش به سوزاندن قرآن در سویدن و دیگر کشورهای اسکاندیناوی حمله در اروپا انجام بدهد این دو مرد برنامه ریزی کردند تا با استفاده از صلاح های گرم پلیس و سایر افراد را در اطراف پارلمان سویدن به قتل برسانند معموران آلمانی گفتند که آنها به صورت آنلاین در مورد منطقه اطراف صحنه احتمالی جرم تحقیق کرده و چندین بار به طور ناموفق برای تهیه صلاح تلاش کردند. گفتنی است که مزنونان ماه هوت پارسال در شهر گرا در ایالت تورینگن بازداشت شدند و از آن زمان تا کنون در بازداشت پیش از محاکمه قرار دارند. وزارت امور خارجه امارت اسلامی میگوید معموریت رافایلا آیودیس نماینده اتحادیه اروپا در کابل به پایان رسیده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه روز چهارشنبه سی و سیویک اسد در صفحه کاربری اکس نوشته است که آیودیس در دیدارش با شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی این وزارت گفته که معموریتش در کابل به پایان رسیده است. وی در این دیدار خاطر نشان کرده که بوسکویچ پوهر ویرانیکا به عنوان کاردار جدید اتحادیه اروپا در کابل تعیین شده است. خانم آیدیس مدت یک سال در این سمت کار کرد. این مقام پیشین اتحادی اروپا در سخنانش افزوده که وی برای اشتراک در نشست نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان به دوحه می رود و سپس با مقام های این اتحادیه در بروکسل دیدار خواهد کرد. استانگزای هم در این دیدار بر همکاری امارات اسلامی با اتحادیه اروپا تاکید کرده است این در حالی است که با گذشت بیش از سه سال از حاکمیت دوباره امارات اسلامی در کشور هنوز هیچ کشوری آنان را به رسمیت نشناخته است سازمان صحی جهان دو دستگاه تشخیص باکتریولوژی و پی سی آر را به شفاخانه چهل بستر رخه پنشر کمک کرده است رئیس صحت عامه پنشیر گفته که دستگاه های باکتریولوژی وظیفه کشت و کلچر میکروب را دارد و نیز پی سی آر می تواند بیماری های زردی سیاه و سفید را تشخیص کند. سازمان صحی جهان نزدیک به 27 هزار دلار برای این دستگاه ها هزینه کرده است. گفتنی است باشندگان پنشیر از این اقدام سازمان صحی جهان نیز استقبال کردند. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل از کاهش اخراج مهاجران افغان از پاکستان خبر دادند. کمیساریا با پخش و گزارش تازه گفته که شمار بازگشت کنندگان از پاکستان در ماه جولای نسبت به ماهای می و جون کاهش یافته است. در ماهای می و جون هر ماه 38 هزار نفر به کشور برمیگشتند. در گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل آمده است که در سال 2024 رقم بازگشت داده شدگان نشان می دهد که اوج آن در ماهای می و جون با بازگشت 38 هزار تن در هر ماه بوده است و ماه جولای کاهش را نشان می دهد. پیش از این حکومت پاکستان روند اخراج مهاجران افغان دارای کارت اقامت و مهاجران ثبت نام شده افغانستان یا پی او آر را تا سی جون سال 2025 میلادی تمدید کرد. و در بخش ورزش ملی پوشان فوتبال 17 سال افغانستان در دومین دیدار مرحله گروهی مسابقات قهرمانی 17 سال آسیای مرکزی صفر یک تاجیکستان را شکست داد و به دیدارهای نهایی این رقابت ها را یافت. تیم ملی افغانستان که چند قبل تیم ملی فوتبال قرغزستان را نیز مغلوب کرده بود، این بار نیز با گل زیبا و دیدنی ساحل سروری در دقیقه ششم این رقابت ها مقابل تاجیکستان پیروز شد. پس از آن که بازیکنان تاجیکستان پشت سمت چپ محوطه جریمه روی بازیکنان افغانستان خطا انجام دادند، ساحل سروری با یک ضربه زیبا از بالای سر مدافعان حریف توپ را به گوشه دروازه تاجیکستان فرستاد. بعد از این گل افغانستان توپ را به حریف واگذار و بازی را کنترل کرد و نیمه اول با همان یک گل تمام شد. تیم ملی تاجکستان که تمرکز خود را روی نفوذ از کناره ها و سانتر روی دروازه افغانستان گذاشته بود بیشتر از سمت چپ زمین خود و سمت راست خط دفاعی افغانستان نفوذ می کرد. گفتنی است حالا افغانستان باید در دیدار نهایی مقابل تیم ازبکستان بازی کند که با یک گل ایران را شکست داده است. سپاس از اینکه که بیننده خبرهای این ساعت بودید. بقیه وقت بر شما خوش.